همایش بزرگ فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان امروز 22 تیر ماه آغاز به کار کرد. رئیس پارلمان بخش خصوصی استان محورهای این همایش را چابک‌سازی، تمرکز بر بهبود فضای کسب و کار و کاهش پیچیدگی‌های صدور مجوز عنوان کرد و گفت: همایش ما به این منظور شکل که ما بتوانیم مدل‌هایی برای سرمایه‌گذاری در نقشه‌های زیرساختی ایجاد بکنیم. مخاطبان همایش کرمان آیدکس، بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، شهرداری‌ها، شرکت‌های بورسی و دیگر نهادهای مالی هستند. هدف اصلی این نمایشگاه جذب سرمایه‌گذار و توسعه پایدار است. این همایش خوب برنامه‌ریزی شده هست، با هدف داره دنبال میشه. هم سرمایه‌گذاران، هم مقامات استانی همه هستن. با یک شرط میتونه موفق باشه، اون شرط اینه که دبیرخانه این همایش دائمی باشه، نه اینکه بعد از دو روز دوباره دبیرخانه‌ش هم تعطیل بشه. مواردی که اینجا تصویب میشه قطعا پیگیری بشه و اطلاع رسانی بشه. توی 15 یا 16 پنل تخصصی موضوعات انشالله بررسی میشن و ما دنبال این هستیم که یه راهکار عملی برای سرمایه گذاری در 200 پروژه پیشنهادی رو در بیاریم و انشالله به سرمایه گذاران معرفی بکنیم. انتظارمون برای اینه که یه کمک قابل توجهی به دستیابی به اهداف برنامه و اهداف سند آمایش در استان و سند 1420 استان که یک برنامه خیلی نسبتاً بلند مدت نسبت به برنامه‌های قبلی است انجام بده. وزیر اقتصاد هم مهمان ویدئویی این همایش بود. به جهت همگرایی خوبی که وجود داشته در بین نیروهای اقتصادی و سیاستگزاران استان در طی یک دهه گذشته، واقعا به جهات متعددی الگو و نمونه بوده است در رشد سرمایه‌گذاری ها، در فاصله گرفتن از خام فروشی، در تکمیل زنجیره ارزش، در ایجاد اشتغال. بخش های از این استان هستن که اساساً با مشکل بیکاری مواجه نیستن و الحمدلله به جهت همین سرمایه‌گذاری ها و رونق اقتصادی که وجود داشته، اما همچنان ظرفیت های به قوه بسیار بالایی در استان کرمان وجود داره. در روز دوم این همایش، یعنی فردا 23 تیر ماه، قراره که 16 پنل تخصصی با حضور فعالان، صاحب نظران و مسئولان اقتصادی در اینجا، یعنی دانشگاه های تک کرمان برگزار بشه. زکیه سلیمی، کرمانان. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.